پس از حاکمیت حکومت امارت اسلامی بر افغانستان، به دلیل امنیت کامل، اماکن تاریخی افغانستان مورد استقبال گرم سیاحان و توریست های داخلی و خارجی قرار گرفته است که از آن جمله میتوان از قصر چهلستون نام برد. قصر چهلستون در اواخر قرن 18 میلادی در سالهای 1888 الی 1891 میلادی در زمان سلطنت شاه زمان سدوزهی پسر بزرگ احمدشاه عبدالی نواسه احمدشاه بابا اعمار شد که در آن زمان یکی از با عظمت ترین و با شکوه ترین قصرها به شمار می رفت. به دلیل اینکه قصر چهلستون در بالای کوه قرار گرفته، از یک زیبایی و از یک عظمت خاص برخوردار است. هدف از ساخت این قصر در آن زمان جای بود و باش خاص برای شاه زمان و فامیلش بود که بعداً این قصر از اهمیت و جایگاه خاص برخوردار شد و زمان به حیث مهمانخانه دولت مورد استفاده قرار می گرفت و اکثریت شاهان و مهمانانی که به کابل می آمدن در همین جا اقامت می کردند. این قصر در اوایل به نام قصر جهان نما یاد می شد که بعداً در سال 1888 میلادی به نام قصر هندوکی و بعد از زمان ظاهرشاه به نام قصر چهلستون نامگذاری شد که تا حالا هم به همین نام یاد می شود. بینده های عزیز، قسمی که شما می بینین قسمت از قصر رنگ سرخ رنگ به خود داره و این رنگ بود در اوائل وقتی که قصر ساخته شد همین رنگ را به خود داشت و در کنار اسم هندکی و قصر جهان نما این قصر به نام قصر سرخ هم یاد می شد و قسمی که شما می بینین از جمله آبدات تاریخی جایی که مانده بود و تخریب نشده بود و قسمت ها اما تو مانده و جایی که تخریب شده بود مثل این قسمت به اندازه 5 یا 10 سانتی عقبتر امور خشتکاری و پلسترکاری کردن و قسمی که شما میبینین امو جایی که با سنگ مرمر جور شده بود مثل ایجا به شکل گل بوده و تا جایی که مانده و تخریب نشده تا او قسمت کدام دستکاری نشده به خاطر که از جمله آبدات تاریخی وطن عزیز ما است. قصر چهلستون در غرب شهر کابل موقعیت دارد که از طرف شمال به سرک عمومی چهلستون، از طرف جنوب به نه برجه، از طرف شرق به کوه منار و از طرف غرب به دارلمان متصل است. بنای کهن این قصر روی یک تپه سنگی که سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن ساخته شده بود قرار دارد. به دلیل اینکه قصر چهلستون بالای کوه اعمار شده است، در قسمت تحتانی این قصر قسمت از کوه کاملا به طور واضح قابل مشاهده می باشد. مساحت قصر چهلستون 64 جیری بوده و قدامت تاریخی این قصر به بیش از 2 قرن می رسد. این قصر بالای یک کوه اعمار شده است و دارای 3 طبقه می باشد که از فاصله های دور می توان این قصر را مشاهده کرد. در این قصر شاهان زیادی رفت و آمد کردند و اتفاقات مهم در این قصر به وقوع پیوست که از جمله آن می توان از امضای معاهده خط فرضی دیورند نام برد. بعد از زمان ظاهرشاه این قصر همگی به نام قصر چهلستون می شناختند و شاید شما بپرسید که چرا چهلستون؟ به خاطر از اینکه این قصر 40 دانه ستون داشت و در اثر تخریب قصر فقط از 40 ستون فقط 3 ستون ماند که 2 دانه در این قسمت است که همون ستونای قبلی است و 1 دانه هم در قسمت آخر است. امیر عبدالرحمن خان در زمان خودش در ساختمان این قصر 40 ستون مرمری را اضافه کرد و به همین دلیل این قصر به نام 40 ستون نامیده می شد. در جریان جنگ های داخلی بیشترین ستون های این قصر تخریب شد که از میان 40 ستون فقط 3 ستون باقی مانده است. قصر 40 ستون مانند بناهای تاریخی دیگر افغانستان در دهه 70 شدیداً تخریب شد. اما خوشبختانه قصر 40 ستون بعد از 2 دهه در سال 2015 توسط بنیاد فرهنگی آقاخان با کمک و همکاری شاروالی کابل و اطلاعات و فرهنگ با کمک مالی کشور جرمنی دوباره بازسازی شد که این بازسازی 4 سال ادامه یافت و سرانجام این قصر در سال 2019 رسما افتتاح و بر روی بازدید کنندگان باز شد.
در قسمت شرقی قصر چهلستون یک قصر دیگر وجود داره که به نام قصر زرد یاد میشه که در سابق از این قصر به خاطر پختن غذا و استفاده آشپزخانه استفاده میکردند. به گفته باشندگان چهلستون کابل، امان الله خان روزهای جمعه به این قصر می آمد و پهلوی قصر یک کفترخانه داشت و از آنها دیدن می کرد. قصر چهلستون پس از بازسازی حالا به یک مکان امن و تفریحی مبدل شده است که بسیاری مردم در روزهای تعطیلی خود اینجا را برای تفریح انتخاب می کنند. خلاصه قصر چهلستون جایی است که حکایت و قصه ها و رازهای زیاد را در دل خود جای داده. وظیفه هر افغان است که بیاین از آبدات تاریخی وطن ما دیدن بکنن، اونا را فراموش نکنن و در راستای حفظ و مراقبتشان کوشا باشند.